بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما خوبان و عزیزان و همراهان همیشگی شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون بخیر باشه و انشالله آماده باشید تا امشب هم طبق روال شبهای گذشته با یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین عشق از بهشت روی زمین مهمون خونه‌های شما خوبان باشه. کربلای معلا در این روزها شاهد خیلی عظیم زائرانی است که بعد از ماه مبارک رمضان حقیقتاً با وجود گرمی هوا عاشقانه به کربلا میان و زیارت آقای امام حسین علیه السلام رو در پرونده اعمال خودشون ثبت میکنن. این رو چرا خدمتون عرض میکنم؟ در اوقات دیگه از سال، خب ما با توجه به اینکه اینجا برنامه ضبط میکنیم یا دقیقا زنده در خدمتون هستیم، گاهن میشه که اطراف حرم آقای امام حسین علیه السلام جمعیت خب به این کثرت و حدت و شدت نیست، ولی که من خیلی برام جالب بعد از ماه مبارک رمضان، از اونجایی که هوا هم خیلی گرمه، کربلا هواش خیلی گرمتر از سایر شهرهای حالا ایران هستش، حالا اگه بخوام مقایسه بکنیم دو کشور، کلا کشور عراق خیلی گرمتر از ایران هست از جاهای دیگرش، دیگه مردم با عشق میان زیارت آقای امام حسین علیه السلام. خب این عشق نشونگر چی هستش و نشون دهنده چیه و از چی نشأت میگیره؟ این عشق از اون نشأت میگیره که این مردم یه چیزی توی این اهل بیت دیدن، وگرنه معقول و منطقی نیست که 1400 سال بگذره و همچنان مردم پایبند و ارادتمند به اهل بیت عصمت و طهارت باشن. معقول و منطقی نیست که خدای عزوجل جهانی با این عظمت رو خلق بکنه و بعدش خلفای اون بر روی زمین انسانهایی باشن مثلا مثل من که سرتاپا گناهیم، خطا و ثواب رو گاهن نمیتونیم تشخیص بدیم و در مواردی هم که تشخیص میدیم گاهن نستجیر رو به الله عمدن به سمت گناه میریم. بعد اینها یک امتیازات خاصی داشته باشن، یک ویژگی های خاصی داشته باشن. وقتی میایم وارد میشیم داخل کلام این بزرگواران و کلام اهل بیت عصمت و طهارت رو میشنویم، میبینیم که بلندای کلامشون و معرفتی که در کلامشون هست مخصوص زمینیان نیست، یعنی از علمی که از زمین در کره زمین وجود داره اینجا این مطلب به دست نمیاد، باید از مقصد و در حقیقت از یک منبع بسیار والایی باشه. تعریف میکنن در مورد خلقت جهان، در مورد اون که قبل از خلقت همه اشیاء به چه صورت بوده و تمام مطالبی که حتی در قالب پیشبینی هم گاهن نمونه هاش دیده میشه. حالا روی صحبتم کجا هستش؟ روی صحبتم این هستش که میبینیم در برخی از شبکه ها، در برخی از فضاها، برخی از افراد معلوم الحال میان و معارف اهل بیت رو، معجزات اهل بیت رو و اون چه که از اراده خدا در امور به دست اهل بیت عصمت و طهارت جاری و ساری میشه به سخره میگیرن. حقیقتا اینجور افراد اصلا لیاقت و ارزش پاسخگویی رو ندارند، ولیکن اگر بخوایم در حد خیلی مختصر مطلبی رو گفته باشیم به این افراد، اونم این هستش که شما که در این جهان زندگی میکنی و به قوانین فیزیکی خیلی اطمینان داری، یک زمانی بود که پرواز کردن رؤیا و خیال بود برای بشر. یک زمانی بود که اگر میگفتن شما به کف دستت نگاه میکنی و با دنیا ارتباط برقرار میکردی میخندیدی به این قضیه، ولی الان داری میبینی موبایل، نمیدونم هواپیما، غیره غیره، خیلی چیزایی هست که الان اختراع شده و بشر دارن استفاده میکنه. چه اشکالی داره، چه ایرادی داره تو علم خدای عزوجل که برخی از افراد بنا به صلاح دید خدا اینها توانایی ها و قابلیت هایی داشته باشند که عقل کوچک تو و امثال تو اونها رو نتونه هضم بکنه؟ روی صحبتم به کسانی هستش که از رادیو تلویزیون های در حقیقت غربی و شرقی
شروع میکنن به توهین و جسارت خدمت ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، و هیچ فکر نمیکنن که این وجود زمینی اونها چند سباهی در این کره خاکی زندگی میکنه و بعدش بدن اونها و وجود اونها به فراموشی سپرده میشه. چطوره که 1400 سال آقا امام حسین علیه السلام فراموش نشده؟ شما و امثال شما همه میرید، به فراموشی سپرده میشید، ولیکن این حسین و اهل بیت و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هستش که اینها میمونند. و تاریخ این رو اثبات کرده که همیشه آدمایی که بزرگتر از دهنشون صحبت میکنند، یک روزی آنچنان تو دهنی میخورند که هیچ وقت فراموش نمیکنند. من این مطلب رو عرض کردم خدمتون چون در فضای مجازی برخی از هجمه هایی نسبت به برخی از بزرگان دین بالاخص اهل بیت عصمت و طهارت شکل گرفته که نمیدونم هدفمند هستش یا به چه صورت، ولی به هر حال شیطان هیچ وقت بیکار نمیشینه و باید ما حواسمون باشه که این مطالب ما رو از یاد گرفتن معارف اهل بیت عصمت و طهارت دور نکنه. با این مقدمه سلام خدمت شما، اجازه میخوام عرض سلامی داشته باشم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالرضا درایتی که این شبها داریم از بحث ایشون استفاده میکنیم. حجت درایتی سلام عرض میکنم خدمتتون و وقتتون بخیر. سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله ولعنت الله على اعدائهم اجمعين افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. منم خدمت شما بینندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی که هستید سلام عرض میکنم. از اینکه ما رو مهمان خونه های خودتون کردید بسیار سپاسگزارم. از اینکه وقت میگذارید و این برنامه رو تماشا میفرمایید بسیار ممنونیم. امیدواریم که ما هم بتونیم نتیجه اعتماد شما بینندگان رو، اون وظیفه‌ای که به عهدمون هست، انشاءالله بیش از پیش عمل کنیم. انشاءالله. اگر اجازه بفرمایید عرض سلام و ادبی داشته باشیم خدمت آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و بعدش وارد بحث بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. یه چند جمله سلام هم خدمت برادر با وفاشون قمر بنی هاشم عرض بداری. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین
والحسن والحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. خب بینندگان عزیز ارجمند، امیدوارم که سلامی که دادیم خدمت آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام مورد قبول خدای عزوجل و بالاخص این دو بزرگوار قرار گرفته باشه و جواب و پاسخ اون و ثواب اون تجلیل در فرج آقا بقیت الله العظام روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمه الفدا باشه. در بحث دیشب مجددا راجع به این مبحث صحبت شد که فرقه ناجیه یا در حقیقت اون گروه نجات یافته از بین 73 فرقه ای که امت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله به اونها منشعب میشند، فرقه است که بتونه مطالب خودشو و در حقیقت حقانیت خودشو از بین کتب مخالفین اثبات بکنه. از بین این 73 فرقه 13 فرقه هستند که ادعای محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو میکنن، ولی که محبت تنها کافی نیست، محبت همراه با عمل، همراه با اطاعت محض اون چیزی هستش که خدای عزوجل میخواد. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این عبادت یعنی اطاعت محض از خدای عزوجل و آقا رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت، جایی که شخص میاد و ادعای محبت میکنه ولی که در مقابل مکتب اسلام و در مقابل مذهب حقه تشیع و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت و سنت آقا رسول الله به قول معروف دکان میزنه و شروع میکنه بافته های ذهن خودش رو به مردم بفروشه. این گونه افراد هرچند که ادعا بکنن محب اهل بیت هستن، این ادعای اونها برای اونها سود و فایده ای نداره. از این نمونه هستن مالک ابن انس که متولد 93 هجری و متوفای سال 171 هجری در مدینه هستن. این گونه افرادی که الان اهل تسنن یعنی مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی با افتخار از اینها به عنوان ائمه خودشون یاد میکنن و فقه خودشون رو و احکام خودشون رو از این افراد میگیرن، کسانی هستن که در خود کتب اهل تسنن بارها و بارها اذعان کردند که ما هم خطا میکنیم هم حرف حق میزنیم گاهن، بنابراین از ما تقلید نکنید، چون صحبتی که الان میکنیم ممکنه فردا یک حرف دیگه رو بزنیم. در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام جلد 6 صفحه 149 بعد از حدیثی که در اون مالک بیان میکنه که من هم انسان هستم و خطا میکنم و هم خطا میکنم هم کار درست انجام میدم، پس از سخنان من آنچه موافق سنت رسول خداست بپذید و آنچه موافق نیست ترک بکنید و رها بکنید، بیان میکنه که با این حرف مالک میشه نتیجه گرفت که در حقیقت مالک داره میگه از من تقلید نکنید. خب حق هم همین هست، چون سخنان تو اگر موافق سنت هست خب سنت آقا رسول الله هست همون رو میگیریم، اگر هم مخالف هست تو داری میگی به این سخنان رعایت در حقیقت گوش فرا ندید، خب همون سنت آقا رسول الله میشه دیگه، نیازی نیست که کسی بیاد از مالک یا از محمد ابن ادریس شافعی یا غیره تقلید بکنه. و اما در ادامه بحث راجع به مطالبی بیان شد که نشون میداد مالک ابن انس در زمان مرگ خودش از تمامی فتاوا و صحبت ها و آراء خودش بازگشته بود. اینو چطور عرض میکنم؟ چون در اسنادی که دیشب ارائه شد خدمت شما، در هنگام مرگ گریه میکرد. هنگامی که شخصی از او پرسید که چرا گریه میکنی، گفت من حق دارم که گریه بکنم، چرا که ای کاش اون زمان که به رأی خودم فتوا میدادم کسی مرا با شلاق میزد. و این نشون دهنده اینه که
فهمیده و متوجه شده که اون تفسیر به رأی ها و اون نظراتی که از رأی خودش داره در مقابل مکتب اسلام همه نتیجه اون و در حقیقت آثاری که جلب خواهد کرد به سمت او صوت ها و شلاق هایی است که در جهنم منتظرش خواهد بود. این خلاصه از بحث دیشب بود به صورت خیلی اجمالی و مختصر، و انشاءالله ادامه بحث در خدمت کارشناس عزیز خواهیم بود. حاجی درفتی در خدمت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. همچنانی هم که از دالی فرمودید ما در شبهای قبل هم تکرار کردیم، قصد و هدف ما از بیان این مطالب باز شدن راه تحقیق برای شما بیننده هاست. همچنانی که عرض کردیم و قرآن هم به او اشاره دارد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من خلقنا امه یهدون الی الحق، یهدون بالحق. قرآن می‌فرماید که ما یک گروه را هدایت شده به سوی حق قرار دادیم. پس حق یکی است نه متعدد. برای تشخیص حق هم باید تحقیق کرد. اینجور نیست که ما همه افراد رو با همه اختلافاتی که دارن حق بدانیم. این شبهایی هم که داریم ما این مطالب رو بیان میکنیم، میخوایم اولا اختلاف اسلامی رو حل کنیم و به یک نتیجه برسیم که به حمد الله هر چی کمتر اختلاف بین مسلمان ها باشد، اسلام در دنیا درخششش بیشتر خواهد بود. عرض کردیم قرآن است، آیه است، خداوند فرمود و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. یعنی اسلام و مسلمان بودن دینی است که خداوند متعال پسندیده و برای ما عرض کنم که قرار داده. از اون طرف هم حدیث صحیح السند پیغمبر اکرم که فرمودن همه اسلام ستفرق امتی علی ثلاث و سبعون فرقه، همین مسلمان ها 73 فرقه میشن، یه فرقه فرقتون واحده ناجیه و الباقی فی النار، یک گروه نجات پیدا میکنن بقیه اهل جهنمن. ما برای این که مشخص بشه اون یک گروه کدام گروه هند، این شبها داریم این مطالب رو بیان میکنیم که سایر مذاهب اهل تسنن تفکر کنن، سایر پیروان مذاهب اهل تسنن تفکر کنن، ببینن اگر اون مذهبی را که اینها دارن پیروی میکنن او اسلام واقعی نیست، تا هنوز عمری دارند و نفسی دارند و زنده اند مذهبشون رو تغییر بدن، پیروی از غیر اهل بیت را کنار بگذارن و به سوی اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان. از ابو حنیفه گفتیم، از شافعی گفتیم و از مالک ابن انس که اینها سه تا مذهب مهم سنی مذهبن، اینها چهار تا مذهب فقهی دارن دیگه، رو مکرر عرض میکنیم به خاطری که بحث بکشه تا بحثی که میخوام امشب ادامه بدیم. اینها در فقه مقلد چهار نفرن: ابو حنیفه، محمد ابن ادریس شافعی، مالک ابن انس و احمد ابن حنبل. ما از اسناد و مدارکی که تو الان برای شما ارائه کردیم استفاده شد که رجوع به ابو حنیفه از جهت شرعی و عقلی جایز نیست، چون نه ابو حنیفه صحابی پیغمبر است، نه جزو تابعین است، نه خودش گفته از من تقلید کنید، نه قرآن بر او دلیلی دارد، نه سنت پیغمبر، نه صحابه. پس آی حنفی ها، شما اگر پیروی از ابو حنیفه کردید، پیروی از اسلام واقعی پیغمبر نکردید. بعد اومدیم سر وقت محمد ابن ادریس شافعی، که محمد ابن ادریس شافعی هم همین قضیه براش هست که ایشون سال 93 مثلا به دنیا اومده، تقریبا 83 سال بعد پیغمبر. ابو حنیفه سال 80 دنیا آمده، 70 سال بعد پیغمبر. معقول نیست که اینها انسان بتواند فقهش و دینش و اسلام رو از اینها بگیره. صحبت دیشب و پریشب یه مقدار نسبت به مالک ابن انس بود که آقای مالک ابن انس هم چنین است که ایشون سال 93 به دنیا آمده، سال 179 از دنیا رفته. آقای مالک ابن انس هم نمیتواند برای شما دین بیاورد، فقه بیاورد، همچنانی که ما در قرآن و سنت برای حجیت قول افرادی مثل مالک ابن انس و دیگران هیچ دلیل و سندی نداریم، جدای از این که خود آقای مالک هم اعتراف کرده است آقا کسی از من تقلید نکنه. خب 5-6 تا سند دیشب عرض کردیم، یه دو تاش مون که من امشب بهش اشاره کنم، بعد برگردیم به زندگانی احمد حنبل به عنوان آخرین امام و مجتهد و رئیس مذهب سنی مذهب. اینا رو که بیان کردیم وارد سنت پیغمبر میشیم که اثبات میشه آقا تمام این 4 تا امام سنی گفتن از ما تقلید نکنید هر چی پیغمبر گفتن. خیلی خوب، این دیگه وجه مشترک همشون بود که لا تقلدونی، از ما تقلید نکنید.
وارد میشیم در سنت پیغمبر، میگیم پس چی شد؟ پس وجه مشترک بین شیعه و تمام مذاهب اهل تسنن این است که تمام فرقه های سنی مذهب به اضافه مکتب جعفری معتقدن اگر حدیثی صحیح و سند از پیغمبر اکرم به ما رسید باید از او پیروی کنیم. با خاطری که شماها خاطرتون هم جمع باشد، ما 5 تا حدیث صحیح و سند نه از منابع تشیع، از منابعی که شما صحیح میدانید که دیگه اینقدر محکم باشه که باز نشه، 5 تا حدیث صحیح و سند براتون نقل میکنیم که حالا که ائمه مذاهب چارگانه گفتن از ما تقلید نکنید، برید ببینید پیغمبر چی فرموده، با هم سر سفره احادیث صحیح پیغمبر بنشینیم و به این نتیجه برسیم که آی دنیا اینو بفهمید، پیغمبر همه ما و شما را به اهل بیت خودش حواله فرموده است. اما این دو تا سند دیگه که موجود هست نسبت به آقای مالک ابن انس، کتابی است به نام القول المفید که ما چند شب خیلی ازش استفاده کردیم و بسیار کتاب مفیدی هم هست انصافا. اگر بتونن اتاق فرمان این مانیتور من رو، چون اطلاع میدن ظاهرا مشکلی فنی دارن و امکانه کلا تا آخرش نشان دادن، امیدوارم که برطرف بشه، در حال کار هستن دوستان تا برطرف بکنن مشکل. حالا دقت کنید، آقای شوکانی در کتاب القول المفید فی ادله الاجتهاد و التقلید جلد اول، که البته اون چاپی که ما اینجا نشون به شما میدادیم ها هست، تک جلدی است، صفحه 15 جمله ای را از مالک ابن انس نقل میکند، همون جمله ای که مالک ابن انس میگوید آقا تمام سخنان من قرآن نیست. لذا دقت کنید، جمله ای را از مالک ابن انس نقل میکند، ذیل همین جمله که آقای مالک ابن انس، دیشب هم روایتشو خوندیم، و روا ان مالکن افتا فی مسئله فی طلاق البتتن، روایت شد که مالک یه فتوایی داد در یک مسئله که در مسئله طلاق باشه، فنظر الی اشهب قد کتبها، دید که شاگردش داره این نظرشو مینویسه، داره این نظری که آقا داده رو داره مینویسه، فقال امحها، به شاگردش مالک ابن انس دستور داد رو محوش کن، کلما قلت قولا جعلتموه قرآنا، هر چی که من میگم رو شما قرآن حساب میکنید، همه رو مینویسید، ما یدریک سارجع عنها غدا، از کجا میدونی شاید من این نظری که الان دادم و تو به عنوان نظر درست و محکم نوشتی، من فردا از این نظر برگردم. حالا دقت کنید، آقای شوکانی در ذیل همین جمله ای جمله رو دارد، یه حرف رو دارد، یعنی یه حدیث رو نقل میکنه بعد نتیجه میگیره، میگه ولا یخفا علیک ان هذا تصریح منه بالمنع من تقلیده، یعنی آقای شوکانی صاحب نیل الاوتار، یکی از بزرگان و معتبرین اهل تسنن، ذیل کلام آقای مالک ابن انس میگه ما از این کلام استفاده میکنیم که این حرف، یعنی آی جماعت از من مالک ابن انس تقلید نکنید. خب این دیگه از این واضح‌تر، وقتی که آقای شوکانی داره رسما از جمله مالک ابن انس این استفاده رو میکنه، کما اینکه ما در جملات دیگه هم داشتیم که رسما خود آقای مالک ابن انس که سندش آوردیم نشون دادیم، علنا دارد میگه لا تقلدونی، از من تقلید نکنید. آی مالکی جماعت، به چه مجوز؟ خدا در قرآن هیچ دلیلی برای تقلید از مالک ابن انس نیاورده، آیه‌ای نداریم، همچنان که برای ابو حنیفه نداریم، همچنان که برای شافعی نداریم، برای احمد حنبل نداریم. یک، در سنت پیغمبرم حدیث صحیح سندی نیست که در فقه به مالک ابن انس ها مراجعه کنید. مالک ابن انس ها یعنی شافعی هم، حنبلی هم، ابو حنیفه هم. ثالثاً در سیره صحابه هم که شما خیلی قبول دارید، در اونجا هم هیچ سند صحیحی نیست که ما را حواله بده به افراد مثل مالک ابن انس. رابعاً بابا خودش هم داره میگه تقلید نکنید، این دیگه بس به چه عقلی، چه مجوزی اساس شما یک دلیل برای ما بیارید؟ اتفاقاً ما این شبها منتظر بودیم که این مذاهب اربعه حداقل یک نماینده چیزی زنگ بزنن و تماس بگیرن و بالاخره بگن که واقعاً چه جوریه، ما با هم صحبت کنیم، واقعا این منابع رو شماها دیدید و همچنان پیروی میکنین از این مذاهب چارگانه یا ندیدید؟ آخه لزوما هم حالا این مطلب رو من به ذهنم رسید عرض بکنم، شاید الان یکی بیاد بگه آقا جون نه ما تقلید نمیکنیم از مثلا
مالک ابن انس یا مثلا غیر محمد ابن ادریس شافعی و غیره تقلید نمی‌کنه، که فقط حالا اسم ما رو میگن شافعی و حنبلی و حنفی. خب همین که شما الان فقهتون رو طبق صحبتی که آقای درعتی کردن از این افراد میگید، مثلا اگر آب کم بود برای وضو گرفتن خب چیکار بکنیم؟ میگیم چیکار بکنیم ببینیم شافعی چی گفته. خب این میشه تقلید دیگه. حالا لزوما نباید به زبان بگید که من تقلید میکنم از فلان مثلا قربتن الی مثلا ابوبکر و عمر، چون قربتن الی الله که مطمئنا نیست که همچین حرکتی. و این مبری و ذمه نیست، یعنی نمیتونه شما رو در حقیقت به اون ساحل امن و امان هدایت راهنمایی بکنه که شما فرمایش های آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، آقا رسول الله رو بذارید کنار و بهش بیاد از کسانی پیروی بکنید که هم تو که آقای درعتی فرمودن هیچ سندی هیچ مدرکی بر تبعیت و تقلید از اونها وجود نداره. آقای درعتی، دوستان در اتاق فهمان اطلاع میدن که یک میان برنامه رو آماده کردن، اگر اجازه بفرمایید میان برنامه رو با هم ببینیم و بعدش به دنبال بحث بازگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شافعی و احمد حنبل نیز تقلید از خودشان را جایز نمی دانند. احمد ابن ابراهیم معروف به شاه ولی الله دهلوی که از علمای برجسته اهل تسنن در قرن 12 هجری است و از نسل عمر ابن خطاب می باشد، در کتاب الانصاف فی بیان سبب الاختلاف به نقل از شافعی چنین نقل می کند. ایشان صراحتاً گفته فمهما قلت من قول فالقول ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله، هرچه من گفتم حق آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفته و سخن او را اخذ کنید. در جای دیگر گفته است اگر در کتاب من مطلبی یافتید که برخلاف سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، آن را رها کنید و به سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عمل نمایید. ابن تیمیه میگوید امامان مذاهب چهارگانه مردم را نهی کردند که از آنان تقلید نمایند و این برای آنان واجب بوده است. ابو حنیفه گفته است این مطلب نظر من است. اگر نظری بهتر از آن پیدا کرده ما قبول میکنیم. احمد ابن حنبل پیوسته چنین میگفت از من تقلید نکنید، از مالک و شافعی و ثوری هم تقلید نکنید. ابن تیمیه میگوید احمد ابن حنبل همیشه میگفت از من تقلید نکن، از مالک و ثوری و شافعی نیز تقلید نکن. خب بینندگان عزیز و ارجمند، میان برنامه رو با هم دیدیم و انشالله که مشکل فنی نشون دادن کتاب هم حل شد. فقط من قبل از که وارد بحث بشیم یه مطلب رو عرض بکنم خدمتون، دست از بینندگان عزیز که بعضی از سوالها رو پرسیده بودن که آقا مثلا فلان شخص علاقه داشته، محبت داشته به اهل بیت، یا اینکه مثلا در کتب خودش کلمات و جملاتی رو محبت آمیز نسبت به اهل بیت اصالت و طهارت بیان کرده، که نمونه اونها حالا خدمت عرض بکنم شافعی و غیره و اینها رو مثال میزنن. همونطور که ابتدای بحث هم عرض کردم و حاجی درعتی هم فرمودن قبلا در شب‌های گذشته، محبت خالی به تنهایی فایده نداره. تبعیت و اطاعت بیچونه چرا از فرامین اهل بیت عصمت و طهارت هستش که باعث هدایت میشه و در حقیقت مورد قبول میشه، باعث میشه که اعمال شخص مورد قبول قرار بگیره. وگرنه کسی بیاد بگه من محبت دارم با آقا امیرالمومنین و در کنار که در کنار امیرالمومنین یه مکتبی هم باز میکنم به اسم مکتب مثلا شافعی، مکتب حنفی، هرچند اینها اصلا در زمان آقا امیرالمومنین نبودن، اینها خیلی بعدها نزدیکترین اونها به آقا رسول الله 70 سال 80 سال بعد از شهادت آقا رسول الله به دنیا اومده. ولی که در کل محبت خالی، حتی اگر در کتب خودشون مطالبی رو به بیان فضائل اهل بیت عصمت و طهارت پرداخته باشن، اینها ابدا برای اونها راه نجات نیست، چرا که در مقابل اهل بیت اومدن و قد علم کردن و گفتن من. این مسئله هستش که باید بهش توجه بکنید. حاجا در خدمتتون هست. در تکمیل فرمایشات از دالی، ببینید ما دیشب هم گفتیم از 73 فرقه ای که پیغمبر فرمودن اسلام به این 73 فرقه تبدیل میشه و یک فرقه به حقن، دیشب عرض کردیم
13 گروه ادعای محبت دارن، اما 12 گروه از همینایی که دارن تظاهر به محبت میکنن اهل آتشن، چون محبت خالی که شما ببینید اهل بیت پیغمبر نورند، و اگر کسی عقل سالم و فطرت سالم و دست نخورده داشته باشه به هیچ عنوان با نور درگیر نمیشه. مثل اینه کسی بگه آقا من از خورشید بدم میاد، عاقل نیستی. لذا اصلا معقول نیست که کسی بیاید بگوید من نسبت به اهل بیت بغض دارم، نه محبت دارن. لذا خودتون دقت کنید، غالب علمای اهل تسنن کتابی دارن به نام کتاب الفضائل، کتاب فضیلت ها. بعد برخی میان اصلا مستقلا فضائل امیرالمؤمنین رو نقل میکنند که خب یک کتاب مستقل میشه. خود همین آقای احمد حنبل کتاب الفضائل دارد، فضائل امیرالمؤمنین رو نقل کرده. ولی ما سوالمون از این است که آقای احمد حنبل شما دو تا مشکل داری، یک میدانستی باید پیروی از اهل بیت کنی و نکردی. حالا کسانی که امروز ادعا میکنن ما حنبلیم و وهابیم، و جدای از اینکه حالا بعضی میگن آقا خب وهابی ها پیرو فقه احمد حنبلن، احمد حنبل هم که محب اهل بیت بوده به قول شما، پس اینا هم حتما محبن، دلیلش قبرستان بقی بحسن. این نتیجه محبتشونه که حاضر نیستن قبور خراب ائمه علیهم السلام را اصلاح کنن، تعمیر کنن، اقلا یک سقف روش بزنن. لذا بهانه محبت اهل بیت در طول تاریخ دیگه از بعد از زمان معاویه و حجاج و اینها که یکم فشار کم شد، این بهانه را همه داشتن به خاطر که بگن آقا ما تو دل مردم بیشتر جا پیدا کنیم، میگفتن ما محب اهل بیتیم. ولی محبت خالی که پیروی درش نباشه، قرآن داره میگه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، نه محبتا فی القربا. قرآن میگه آقا اجر پیغمبر مودت نسبت به نزدیکانش، نه محبت. محبت اینه علاقه قلبی، مودت اینه علاقه قلبی که همراه با پیروی باشه. لذا اگر میشنوید بعضی از علمای سنی کتاب فضائل دارن، فضائل اهل بیتو گفتن، فریب نخورید. فضائل اهل بیت یه بخشیست، محبتش یه بخشیست، یه بخش دوم هم داره که حالا که علاقمندی پاشو پیروی کن. خب فرمودید مشکل فنی حل شد یا اصلا دوباره این آره دقت کنید، کتابی است به نام القول المفید فی ادله الاجتهاد و تقلید، مربوط به آقای محمد ابن علی شوکانی. در صفحه 15 از این کتاب یه جمله ای رو از مالک ابن انس نقل کردیم، دو مرتبه براتون بخونم که دیگه حالا مطمئن تر باشه. دقت کنید، راوی میگه که قال سمعت مالکن یقول، من از مالک ابن انس شنیدم که چنین میگفت، انما انا بشرون، من یک بشریم، خطا میکنم، درست انجام میدم، فنظرو فی رأیی، نگاه کنید تو نظرات من، که این رو دیشب 3-4 تا سند براش آوردیم، نگاه کنید در نظرات من مالک ابن انس، فکل ما وافق الکتاب و سنه، هر چی که با کتاب و سنت موافق بود فخذوه، بگیرید، و کل ما لم یوافق الکتاب و سنه، اگر حرفای من مالک ابن انس با قرآن و سنت مخالف بود و موافق نبود و رهاش کنید. حالا اوتی که مد نظرم اینجاست که آقای شوکانی داره چی میگه، میگه ولا یخفا علیک، ان هذا پوشیده نیست، که این حرف آقای مالک ابن انس تصریح منه بالمنع من تقلیده، تصریح کرده که آقا کسی از من تقلید نکند. چرا؟ خب ایشون جمله قشنگی داره میزنه که شب پیش هم ما بهش اشاره کردیم، لأن العمل بما وافق الکتاب و سنه. آقای شوکانی میگه خب اگر کسی بر طبق قرآن و سنت عمل کند، من کلامهی هو عمل بالکتاب و سنه و لیس بمنسوب الی، اگر کسی به قرآن و سنت پیغمبر عمل کنه، به تعبیر ما دیگه خب چه کار به مالک داره دیگه، اصلا ربطی به مالک ابن انس نداره، از قرآن و سنت پیروی کرده. لذا این هم یک سند مبنی بر این که آی مالکی ها اجازه تقلید گرفتن فقهتون، مراجعه به آقای مالک ابن انس ندارید. در همین کتاب صفحه 17 هم یه تیکه جالبی دارد، دقت بفرمایید، آقای شوکانی داره اینجا نقل میکند در همین کتاب القول المفید فی ادله الاجتهاد و تقدیم صفحه 17ش، میگه وقد تواترت الروایه عن الامام مالک، روایت های فراوانی از آقای مالک ابن انس نقل شده است که چی؟ که انه قال له الرشید، که ظاهرا هارون الرشید بهش پیشنهاد داده که انه یرید ان یحمل الناس علی مذهبه، هارون الرشید به عنوان خلیفه وقت، به عنوان حاکم، به مالک ابن انس پیشنهاد داده که من میخوام مردم رو بر طبق مذهب تو مجبور کنم، اینو بگم همه بیان مالکی بشن،
فنهاه انزالک، خود آقای مالک ابن انس آقای هارون الرشید رو نهی کرده، گفته اصلا به هیچ عنوان اجازه نداری مذهب من مالکی را مذهب رسمی اعلام کنی. این دیگه چی بگیم آی مالکی جماعت؟ چی بگیم که شما متوجه بشید امروز که فقهتون رو از مالک ابن انس میگیرید روز قیامت حجت شرعی ندارید؟ چی بگیم که شما متوجه بشید پیروی از مالک ابن انس گمراهی واضح و آشکار است؟ چی بگیم که شما از مالک ابن انس دست بردارید به سوی اهل بیت پیغمبر مراجعه کنید؟ خب دقت کنید، این تیکه ای که من عرض کردم نسبت به آقای مالک ابن انس، بعد میام حالا سر احمد حنبل، بعضی میگن خیلی خوب حالا که حنفی که نشد، حنفی که هیچ مجوز شرعی و عقلی نداریم از پیروی ازش، شافعی هم که بساطش به هم ریخ، مالک ابن انس هم که اجازه تقلید ازش نداریم، نه به عقل نه به شرع نه به گفته خودش، بلکه احمد حنبل بشه پیروی کرد. دقت کنید، اولا در رابطه با آقای احمد ابن حنبل در تاریخ هم مشخص است که آقای احمد حنبل هم در عصر پیغمبر نبوده، متولد سال 164 هجری است. آیا همه وهابیایی که فقهتون از احمد حنبل میگیرید قابل توجه بیننده ها؟ این ردیفی که ما عرض کردیم نسبت به مقلدین اینهاست، یعنی بیشترین سنی ها مذهبشون حنفی است، بعد میان شافعی، بعد از جهت تعداد، بعد مالکی، یک گروه اندک هم امروز هستن حنبلی که همین گروه اندک پدر مسلمان ها رو در آوردن. همه حنبلی ها الان وهابی هستن یعنی که نه اونا هم باید دو دسته میشن؟ نه، حنبلی ها غالبا ضرورتا هر حنبلی وهابی نیست، ولی هر وهابی اتفاقا وهابی ها مشاور عرض کردیم خودشون حنبلی میدونن، یعنی میگن ما اصلا مذهبی به اسم وهابی نداریم، شما چرا ما مثلا تهمت میزنید؟ حالا ما کار نداریم. میخوام عرض کنم آی تمام حنبلی های دنیا و آی وهابیون، چه وهابیون افراطی چه وهابیون متعادل، برای ما جواب بیارید. شمایی که میگید ما فقهمون از احمد حنبل میگیریم، بچه میگید ما سلفی هستیم، آخه این حرف معنا نداره. سلفی یعنی از گذشتگان، یعنی از صحابه پیغمبر، از پیغمبر سلف یعنی این دیگه. خب احمد حنبل که الان نگاه کنید سال 164 هجری به دنیا آمده، یعنی 154 سال بعد از صحابه، حتی بعد از پیغمبر. چطور سلف؟ سلف یعنی کی؟ یعنی خودش؟ تو این فاصله اون سلف کیا بود؟ تو این فاصله کیا بودن؟ از سال 164 تا عصر پیغمبر اکرم، این همه سال شما اونا رو آدم حساب نمی کنید؟ فقط احمد حنبل؟ تازه الان هم به قول احمد حنبل استناد می کنیم که یه آقای هم گفته آقا جون به ما ربطی ندارن، برید سنت پیغمبر رو دقت کنید. پس این آقای احمد حنبل هم از جهت عقلی نمیتواند رهبر و امام شما اهل تسنن باشد، چون یک در زمان پیغمبر نبوده، نه صحابی است، نه تابعی است، نه باباش صحابیه، شاید باباش تابعی هم نباشه. به چه مجوز؟ شما در آیات قرآن دارید پیروی از احمد حنبل به نام، به اسم. در روایات پیغمبر اکرم فرمودن آقا 156 سال آی حنبلی آی آینده صبر کنید، آقای احمد حنبل مددش عرض کنم که فقهتون رو بگیرید. هاشا و کلا، ایشون در سال 241 هم در بغداد از دنیا رفته. حالا ببینید آقای احمد حنبل نظرش نسبت به تقلید از خودش چیست؟ دقت کنید. خب میدونید یکی از شاگردان مهم احمد حنبل ابن تیمیه است، که اصلا ابن تیمیه تفکرات احمد حنبلی بر اساس فقه احمد حنبل یک سری مسائل رو عنوان کرد، همین مسائل خاصی که وهابی ها امروز دارن مطرح میکنن. بالاخره آقای ابن تیمیه به عنوان خدای وهابیت، به عنوان تئوریسین وهابیت، خودش حنبلی مذهب است. حالا ببینید خودش نسبت به آقای احمد حنبل چی داره میگه. ابن تیمیه کتابی دارد به نام الفتاوى الکبیر، جلد پنجم صفحه 124، الفتاوى الکبرى للامام العلامه تقی الدین ابن تیمیه، مال قرن هفتم است، جلد پنجم از این چاپی که دست ما هست. چی داریم میگیم؟ پیروی از احمد حنبل هم جایز نیست. در صفحه 124 این کلام ابن تیمیه است، و هؤلاء الائمه الاربعه، ایشون داره میگه که ائمه چهارگانه، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حتی حنبلی که خودش پیروی میکند، قد نهوا الناس عن تقلیدهم،
مردم را همه این چهار تا نهی کردن از تقلید پیروی از خودشون. فی کل ما یقولونه، در هر چیزی که اینا گفتن تمام ائمه مذاهب چهارگانه منع کردن، گفتن از ما تقلید نکنید. و ذالکه هو الواجب علیهم، واجب هم بوده بر اینا که این حرف رو بزنند. حالا دقت کنید، چیزی از ابو حنیفه هم شبای قبل نقل کردیم، حالا او رو فعلا کار نداریم. حالا اینجا دقت کنید، ول امام احمد، احمد حنبل چی گفته؟ کان یقول، آی حنبلی ها دقت کنید، آقای ابن تیمیه میگه احمد حنبل پیوسته میگفت، نه یک بار نه دو بار، اینو دائما این حرف رو تکرار میکرد، لا تقلدنی، کسی از من احمد حنبل تقلید نکند، اینم حنبلی. ولا تقلد مالکا، حتی احمد حنبل میگه از مالک ابن انس هم تقلید نکنید، ولا شافعی، بابا از شافعی هم تقلید نکنید، ولا ثوری، از ثوری هم تقلید نکنید. دقت کنید دیگه چی بگن اینها، چی جوری مطرح کنن که شما دست از اونها بردارید. این ثوری که اینجا گفته کسی غیر از اون حنفی ها هست؟ بله، ببینید اون مذاهبی که ما عرض کردم، اون 120 تا 120 تا مذهبی که 120 تایی بود، یکیش مذهب ثوری است که حالا همونجا هم تو اون 10 تا نکته که ما عرض کردیم اونجا بیان کردیم. خب اینم از احمد حنبل که آقای ابن تیمیه به نقل از احمد حنبل به دنیا اعلان کرد که آی حنبلی ها، خود احمد حنبل گفته از ما تقلید نکنید. پس شما اگر واقعا پیرو احمد حنبل هستید، در این نکته ازش پیروی کنید، یعنی ازش تقلید نکنید. یک سند. سند دیگری هم در این زمینه هست، کتابی است به نام الانصاف، اگر مانیتور من رو بدن اتاق فرمان، بله، فی بیان اسباب الاختلاف، تألیف ولی الله دهلوی، فرمود نوزاده عمری، احسن، این ولی الله دهلوی جز نتیجه های عمر خطابه، این دیگه قرص قرص دیگه، شما این رو قشنگ سجده کنید خاطر جمع که جز اجدادش چی جد اعلاش پسر خطاب است. ایشون در این کتاب که چاپ دارالنفاس هم هست، صفحه 105 دقت کنید، ایشون داره نقل میکند و کان الامام احمد رضی الله عنه، ایشون هم داره چنین میگوید، آقای شاه ولی الله دهلوی میگه امام احمد رضی الله عنه هم چنین گفته، لیس لأحد مع الله و رسوله کلامون، با کلام خدا و کلام پیغمبر اصلا حرف دیگه رو شما نباید قبول کنید. و قال ایزن لرجلین، باز تکرار به یه آقای دیگه، آقای احمد حنبل چنین گفت، لا تقلدنی، از من احمد حنبل تقلید نکن، ولا تقلدن مالکن، از مالکم مالک ابن انس هم تقلید نکن، ولا الاوزاعی، از اوزاعی هم تقلید نکن، ولا النخعی، ولا غیرهم، و از غیر اینا هم تقلید نکن. و اینو خوب دقت کنید، احمد حنبل هم داره میگه و خذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب و السنه، یعنی یه وجه اشتراک بین همه چهار مذهب، اونایی که برنامه رو پیگیری میکردن و اونایی که پیگیری نکردن، برن در بازپخشش نگاه کنن، هم ابو حنیفه، هم شافعی، هم مالک ابن انس، هم احمد حنبل میگن آقا از ما تقلید نکنید، یک، دو، به سنت پیغمبر مراجعه کنید. حالا جالب اینجاست، بعضی ها هستن که متاسفانه کاسه از آش داغتر میشن. من یک حدیث رو برای شما نقل کنم، پس همه اینها ما رو حواله دادن به حدیث پیغمبر. کتابی است به نام مستدرک حاکم. پس چی شد؟ پس قرار شد که همه بشینیم سر سفره حدیث پیغمبر، ببینیم این حدیث پیغمبر چیه که همه میگن آقا به اون مراجعه کنید، از ما تقلید نکنید. من 5 تا حدیث رو اینجا یادداشت کردم که این 5 تا رو چند شب پیش هم گفتیم، ولی چون کلمات نورانی رسول اکرم است، اب نداره که تکرار هم بشه. اما من از حدیث آخر شروع میکنم. کتاب مستدرک حاکم رو دقت کنید، جلد 3 صفحه 126، المستدرک علی الصحیحین. مستدرک علی الصحیحین در واقع جلد 3 صحیح بخاری و مسلمه. مستدرک نویسی من اوش هم گفتم، بازم تکرار میکنم، یعنی صاحب این کتاب که شخصی است به نام حاکم نیشابوری، میگه آقا بر طبق مبنای رجالی آقای مسلم و بخاری یک سری احادیث صحیح رو من پیدا کردم که دست اینا نبوده، من اینا رو آوردم. یعنی در واقع اگر این احادیث توی کتاب به دست بخاری و مسلم میرسید، حتما اونها رو در صحیح بخاری و مسلم نقل میکردم. یکی از احادیثی که در این کتاب نقل شده است، در صفحه جلد 3 صفحه 126 است،
چون مقدار ریز من رو نزدیکتر بیارم خدمت بیننده ها، خوب دقت کنید. میخوایم ایشالله قائله اختلاف با همین حدیث حل بشه. پس تمام مذاهب اربعه گفتن هر چی پیغمبر بگوید، کتاب هم کتاب سنیست نه کتاب شیعه، راوی هم ابن عباس است، ان ابن عباس رضی الله عنهما، ابن عباس چنین گفت که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم چه فرمودن؟ فرمودن انا مدینه العلم و علیون بابها. پیغمبر اکرم فرمودن من شهر علمم و علی علیه السلام درب اون شهر است. فمن اراد المدینه فلیأت الباب، هر کس هر علمی را که میخواهد بیاموزد از طریق در وارد بشه. یعنی آی مسلمین، هر علمی را که میخواهید یاد بگیرید باید از طریق آقا امیر المؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. حالا چه علم زمینی باشه چه علم آسمانی؟ اولا حدیث نگفته علم خاصی، مطلق گفته. اون چیزی که ما الان مد نظرمون هست علم فقه دیگه، علم دین، چون اینها دارن میگن ما فقهمون رو از ابو حنیفه و چهار تا میگیریم. پس آی دنیا بدانید پیغمبر فرموده است حتی فقهتون رو هم باید از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بگیرید. حالا یا آقایون واقعا علمشون از امیر المؤمنین گرفتن؟ اگر میگرفتن که دیگه کسی نمیشد حنفی، کسی نمیشد حنبلی، کسی نمیشد شافعی. این روایت رو دقت کنید. حالا من یه سند رو براتون میخوام بیارم که حتی آقای ابن تیمیه هم اعتراف کرده هیچ کدام از این ائمه چهارگانه به امیر المؤمنین در فقه مراجعه نکردن، تصریح کرده. یعنی این حدیث رو داشته باشید مد نظرتون، پیغمبر به صراحتن با سند صحیح اعلام کردن هر علمی را که میخواهید بیاموزید از امیر المؤمنین بگیرید. آقای ابن تیمیه میگوید آقای چهارتا هیچ کدوم مراجعه به علی علیه السلام نکردن، یعنی گمراهی آشکار. حالا دقت کنید، من این کتاب ها رو خدمت شما نشون بدم، نمیدونم حالا این سیستم درست شده میتونن بگیرن این کتاب رو. متاسفانه زارن برق دوستان مشکل فنی به وجود اومده برای برق و حالا اینم ما استفاده کنیم تو پرانتز. اینا همه درد بی پولیه، میبینید پول نیست که اینجوری میشه دیگه، وگرنه اینجا مگر این همه جاها مولد دارند و موتورهای قوی دارند و جنراتور دارن. بله جنراتور نیست، پول نیست، اینجور پخش زنده باید به تعبیر ما به فنا بره، مطالب علمی شما... پخش نشه. اینو شما فرمایید، من یه چیز رو خدمتتون عرض بکنم. حالا شما کما بیش در جریان هست، شاید بینندگان در جریان نباشن. برنامه‌ای که شبکه امام حسین تولید می‌کنه، بالاخص برنامه زنده، به خاطر همون مشکل مالی، با کمترین هزینه، یعنی الان اگر یک کارشناسی بیاد اینجا قیمت بخواد بگیره، این برنامه‌ها با کمترین هزینه‌هایی که واقعا قابل تصور نیست و با همت بچه‌هایی که پشت صحنه هستن و شما خودتون می‌بینید، اینا بالاخره برنامه آماده میشه که فقط و فقط معارف اهل بیت و حقانیت اهل بیت به دنیا برسه. اینم دقیقاً همونطور که فهمید از مشکلات هست. حالا اگر بالاخره شما امشب محروم موندین از حرف بسیار مهم ابن تیمیه، اگر خدا بهتون مبلغی داده و لطفی کرده، پولی دارید، شما هدیه کنید، ان شاءالله خود سید الشهدا هم برکتشو میده. یه جوری هم نیست که این پولا بالاخره وقتی شما آمدید دیگه تموم بشه، چون این هزینه ها دائم دیگه علل قاعده. بله، و این برنامه ها هم انشالله میمونه، به عنوان باقیات صلوات هم میمونه برای افراد. آخر ظاهرش اینجاست، اینه که شما عزیزان به تومن پول میدین، نه به دلار هزینه میکنن. این هم یک درگیری مهمیه. اون شرکتی که خدمات بله ماهواره میده، حالا من نمیدونم این کارو کرده مجموعه امام حسین یا نه، بالاخره دوربین رو بچرخونن این سمت ها ببینن که اینجا چه خبره. یعنی استدیویی که واقعا در جاهای مشابه اگر نگاه کنید، برای هر برنامه یک استدیو خاص و هم میلیونی خزینه میکنن. اینجا یک استدیو هست فکر میکنم 7 10 تا برنامه، هر تکه یک دکوری، بازم اینا درد بی پولی است. حالا در هر صورت ان شاء الله که این برق رفتن هم یه خیریتی باشد و یه بانی پیدا بشه، بگه آقا مشکل برقتون چقدره، چند دلاره و ما کم نداریم. بله. شیعه پولدار تو کل دنیا کم نداریم. حالا اگرم بالاخره تصویر کتاب رو نمیبینید اب نداره، من براتون میخونم. چه عرض کردیم؟ گفتیم که خداوند پیغمبر اکرم طبق حدیث صحیح و سند فرمودن که هر علمی را که شما میخواهید بگیرید باید به اهل بیت پیغمبر و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه مراجعه کنید. دقت کنید. خب حالا ما میخوایم یک سری اسنادی رو از آقای ابن تیمیه برای شما پخش کنیم که این اسناد اثبات میکند که تمام این مذاهب اربعه
تمام این مذاهب اربعه به یک شکلی به هیچ عنوان فقهشون رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نگرفتن. آقا مشکل برق به مانیتور ما هم اصابت کرد، این رو باز نمی‌کنه متأسفانه. حالا ایشالله که خیر است در هر صورت. حالا این مطلب رو ما میگذاریم عزیزان برای وقتی که برق آمد و تونستیم که عرض کنم که این مسئله رو نشون بدیم. پس ما خلاصه نکته که تا اینجا عرض کردیم برای بین شما بیننده های عزیز بیان کنیم، چون آخه بحث بعدی ما هم نسبت به زندگانی ابو حنیفه است که این تک تک نکاتی که در رابطه با ابو حنیفه است رو خیلی دوست داریم که اینها رو برای شماها پخش کنیم. حالا دقت کنید، من یک حدیث رو یادداشت کردم که میشه از رو خواند که اینها در مقابل اهل بیت پیغمبر اکرم استادگی میکردن، مالک ابن انس، ابو حنیفه، دیگران و دیگران، و یک شکلی هم بوده که اهل بیت از دست اینها ناراضی بودن. من یک حدیث رو برای شما دقت کنید از امام صادق علیه السلام که دیگه من در منابع اهل تسنن من فرصت نکردم بگردم، نیازی هم نیست، من این رو برای شما شیعه ها میخونم. مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه در بهار الانوار جلد 36 صفحه 403 یه حدیثی نقل میکند، حدیث شماره 15، که یک تعبیر دارد امام صادق علیه السلام نسبت به مالک ابن انس، که خوب دقت کنید، راوی میگه ان یوسف ابن ضبیان قال دخلت علی صادق علیه السلام. چی داریم میگیم؟ داریم میگیم این ائمه چهارگانه ای که در عصر پیغمبر، عصر اهل بیت پیغمبر بودن، با وجود احادیثی که امروز به دست ما رسیده و با وجودی که اینها میدیدن اهل بیت را، اما در این حال با دستور خدا و رسول مخالفت کردند و در خونه اهل بیت نه تنها خودشون نرفتن، بلکه باعث شدن سایر مردم از در خونه اینها دور بشن. میگه وارد بر امام صادق شدم، فقلت یا ابن رسول الله انی دخلت علی مالک و اصحابه. میگه عرضه داشتم یا ابن رسول الله، من امروز رفتم تو مجلس آقای مالک ابن انس و مریداش و عنده جماعتون یتکلمون فی الله. رفتم اونجا دیدم گروهی از مالکی مذهب ها به همراه امامشون مالک ابن انس اینا دارن در رابطه با خدا صحبت میکنن. خب میگه که عرض شد که فسمعت و بعضهم یقول، دیدم که بعضشون اینجوری میگن ان الله ان لله وجها کالوجوه و بعضهم یقول له یدان. تعجب کردم دیدم که بله، بعضی از مالکی مذهب ها پیروان مالک ابن انس به اضافه خود مالک ابن انس دارن برای خدا دست تصویر میکنن، عرض شد که چهره تصویر میکنن، انگار دارن خدا رو جسم میبینن. و بعضهم یقول کشاب، بعضی از مالکی ها گفتن بله خدا اینا یک جوان امردی است، موهاش فرفریه، حالا این داره چیکار میکنه؟ به امام صادق داره گزارش میده که من رفتم تو مجلس مالک ابن انس این حرفا رو شنیدم. من ابناء 30 سنه، جالبه خدا را میگن یک جوونه بدون ریش حدود 30 سال. خب فما عندك في هذا يا ابن رسول الله، نظر شما چیه يا ابن رسول الله؟ باز خدا خیرش بده عاقل بوده. بل. اول رفته مجلس مالک ابن انس حرفای چرت و پرت چنیده، بعد آمده خدمت اهل بیت پیغمبر. امام صادق میگه آقا واقعا مثلا به تعبیر ما همه جوریه، نظر شما چیست؟ قال و کان متکئا، میگه وقتی که داشت یه حرفا رو میزد امام صادق علیه السلام تکیه داده بودن، وقتی که یه حرفای لاتائلات و شرکه ها رو از مالک ابن انس نقل کرد، حضرت جلو اومدند و فستوا جالسن و فرمودن اللهم عفوک عفوک، یعنی به اصطلاح این اعتذار خواستن، خدایا از تو پوزش میخواهم، از تو پوزش میخواهم. قال یا یونس من زعم ان لله وجها کالوجوه فقد اشرک، اگر کسی بگوید خدا مثل سایر خلق چهره داره، جسم دارد، مشرک است. یعنی اینجا امام صادق فرمودن مالک و اصحابش با این تفکرشون تفکر اسلامی ندارن. بعد فلا حضرت چنین فرمودن، حدیث طولانی است، فلا یغرنک صلاتهم و صیامهم، ای فلانی نماز روزه اینا تو رو فریب نده، این مالک ابن انس و پیروانش، شافعی و پیروانش، دیگران، که معنا همینه، اگر میبینی نماز میخونن روزه میخونن فریب نخوری، اینا توحیدشون مشکل داره. خدا جسم نیست، خدا چهره نداره مثل چهره انسان، دست نداره مثل دست انسان، و عرض کنم 30 ساله باشه و موهاش فرفری باشه و حرفا. حضرت فرمودن فریب نماز و روزه اینها رو نخوری، فریب روایاتشون، علومشون رو نخوری. فانهم حمرون مستنفره، شما عربی دارید میتونید معنا کنید، بفرمایید. بله اینا ها مثل الاغی میمانند که فرار میکنن. خدا خود قرآن فرت من قسوره، قسوره یکی از نام های شیر هستش. بله بله، چجور این خران از شیر فرار میکنن؟ اینها از
آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرار میکنن. متاسفم. بر خدا. ببینید یک سری نسبت به مالک ابن انس. حالا اگه برق آمده ما میتونیم. بله ظاهرا فکر میکنم مشکل برطرف شده آیه. اگر از اتاق کنترل بله. فکر میکنم 5 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. حالا ابن نداره یکی از منابعی است که ما اگر دو سه بارم نشون بدیم خوبه. منهاج السنه رو دقت کنید جلد 7 صفحه 529. جلد 7 صفحه 529. چی داریم میگیم؟ داریم میگیم با وجود حدیث صحیح و سندی که الان به شما نشون دادیم که پیغمبر اکرم فرمودن آی مردم من شهر علمم، علی علیه السلام درب این شهر است، هر کی علمی میخواد باید از امیرالمؤمنین بگیرد، آقای ابن تیمیه داره میگه هیچ کدوم از ائمه چهارگانه علمشون از امیرالمؤمنین نگرفتن، یعنی علنا مخالفت با پیغمبر اکرم. صفحه بله 529 دقت کنید این کلام ابن تیمیه است. نوشته قال الرافضی. این کتاب در واقع در جواب از شیعیان است که بعضی از شیعیان معتقد بودند که و فی الفقه الفقهاء یرجعون الی. بعضی از شیعه هایی که شاید خیلی اهل تحقیق نبودند الان هم هستند میگن بله اون فلانی شاگرد امام صادق است، فلانی نمیدونم مکتبش از امام صادق گرفته، اینا محب اهل بیتن. ای آقای ابن تیمیه داره جواب میده میگه بله بعضی از شیعه ها میگن که فقها ها به امیرالمؤمنین مراجعه میکردن. جواب چیه؟ ان هاذا کذب بین، دروغه. ای دیگه نمیدونه که داره چهار تا ائمه رو خراب میکنه. ای میخواد جواب شیعه رو بده خیر سرش، در واقع فاتحه چهار تا ائمه سنی را خوند اینجا. چرا دروغه؟ خوب دقت کنید. فلیس فی الائمه الاربعه ولا غیرهم من ائمه الفقها، هیچ کدوم از ائمه چهارگانه سنی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و سایر فقهای سنت هیچ کی نبوده که یرجع الیه فی فقهه، هیچ کس در فقهش به امیرالمؤمنین مراجعه نکرده است. یعنی در حقیقت از سنت آقا رسول الله کاملا منقطع بود. شما هم اگه چهار نفرتون مگه نگفتید هر چی سنت گفت؟ شما چهار نفر چهار تا امام سنی مگه نگفتید هر چی قرآن و سنت؟ ما الان صحیح حدیث صحیح آوردیم از مستدرک حاکم که پیغمبر فرمودن علم فقه هر چی میخواین از علی بگیرید. چرا قبول نکردید؟ طبق اون حدیث آقا رسول الله که انا مدینه العلم و علیون بابها، اینا همه رفتن علم رو از جای گرفتن غیر از امیرالمومنین. از همه کس گرفتن، غیر از اون کسی باید بگیرن. حالا ادامهش دقت کنید، داره تک تک رو داره میگه. اما مالک ابن انس از کی علم گرفته؟ فان علمه ان اهل المدینه. مالک ابن انس علمش از اهل مدینه گرفته. و اهل المدینه لا یکادون یأخذون به قول علی. درد انصافاً مالک ابن انس علمش رو از اهل مدینه گرفته، اهل مدینه هم که علمشون از امیرالمومنین نمی گرفتن. این بساط مالک بس جمع شد. از کی می گرفتن؟ بل اخذوا فقههم عن الفقهاء السبعه. اصلا انگار امیرالمومنین وجود ندارد. از زید و از عمر و از ابن عمر و نحوهم. شما حدیث دارید که پیغمبر فرموده باشد انا مدینه العلم و عمر بابها؟ که میرید از عمر فقه میگیرید؟ عمر که حکم تیمم رو نمیدونه. عمر خطابی که آقا بهش میگن حکم تیمم چیه؟ اگر ما یک جای آب پیدا نکردیم چیکار کنیم؟ اصلا بلد نیست، میگه نماز نخون. فقه تو میره از این میگیری آقای مالک ابن انس. بعدم اینجا ادعا میکنن، گریه میکنه آخر عمرش، ای کاش فتوا نمیدادم. حقت گریه کن. وقتی که سند صحیح دست ما هست، قطعا دست توی مالک ابن انس هم بوده، دست ابو حنیفه هم بوده، دست احمد حنبل هم بوده. اینا هیچ کدومشون فقهشون رو از امیرالمؤمنین نگرفتن. ما تقریبا 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. پس همین دیگه من عرض کنم بفرد. اگرچه من این رو باز حتما فردا تکرار خواهم کرد. و اما شافعی، پس آقای ابن تیمیه اعتراف کرد که مالک ابن انس که علمش از امیرالمؤمنین نگرفت. و اما شافعی فانه تفقه اولا اولا عن المکیین. آقای شافعی هم که علمش از مکیین گرفته. از کیا؟ اصحاب ابن جریج و سعید ابن سالم و یک گروه از افراد. این هم از آقای شافعی که حالا چون فرصت نیست. و کان ازا افتا به قول صحابه، باز افتا به قول ابوبکر و عمر. چه دردیان انصافا. اینها به جاهلترین جاهلها مراجعه میکردن، چه شافعی چه مالک، اما در خونه امیرالمؤمنین حاضر نبودن برن. بجا یه مطلب هم هست تا آخر، یعنی تا به انتهای حکم عباسین و بنی العباس و اینا، همه پیرو ابوبکر و عمر بودن. نون تو این زمینه بود. یعنی الان این افراد وقتی که به فتوای ابوبکر و عمر رفتار میکردن، تهمت نمیخوام بزنم،
توی مکتب آقا امیرالمومنین علیه السلام و پیروی از اهل بیت نون نبود، معاویه بود، حجاج ابن یوسف ثقفی بود که اینا رو میکشت، اعدام میکرد، لای جرز دیوار میگذاشتن، اینها رو توی ستون میگذاشتن. ولی نه، مکتب ابوبکر و عمر رو که پیروی میکردن هم بنی امیه خوششون میومد هم بنی العباس. خیلی ممنون و متشکرم حاجا. من اگر اجازه بفرمایید وقت برنامه به پایان رسیده، ان شاء الله ادامه این بحث رو برای فردا بگذاریم. بینندگان عزیز ارجمند، خیلی از شما سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتما برای ما ارسال بکنید. تا اداره بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین